بزرگوار زنگ زد حدیث دجال یک بستر. حالا من نمیخوام که این را با صورت ابتر مطرح بکنم و با صورت ناقص مطرح بکنم و دوست نداشتم که این سوال شما را جواب بدم، اما شما مطرح کردید من بهتون جواب میدم، اما تفصیل مطلب و بعض اشکال هایی که اینجا ممکن است مطرح بشود جوابش در آینده. بله، این دوستان عزیز رجل یک دسته مسند احمد بن حنبل، این البته الان من از مسند نشان میدم چون مختصر نشان میدم، در کتاب شیعه آمده این حدیث، مسند احمد بن حنبل جزء اول طبع دار احیات تراث العربی که در سال 1415 در دار احیات تراث العربی چاپ شده، مسند امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، حدیث 1305. حدثني أبو مريم حدثنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمير المؤمنين عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم روايات فرموده أن در إنجا إن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يا قومي از إسلام خارج مشوان همون طوري كتير از كمان خارج مشوان از إسلام دور مشوان. یقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قرآن را میخوانند از حنجره هایشان بیشتر به دلشان فرو نمی رود، قرآن فقط در دهن ایناست، در دل اینها قرآن نیست. طوبی لمن قتلهم وقتلوه، خوشا به حال کسانی که این جماعت او را بکشند، کسانی که به دست این جماعت کشته میشوند سعادتمند هستند، و خوشا به حال کسانی که این جماعت را بکشد. علامتهم رجل مخدج الید، علامت اینها چیست؟ یک کسی، علامت اینها یک کسی، رهبر اینها کسی هست که دست یک دست او آسیب دیده، علامت اینها مردی هست که یک دست اینها آسیب دیده. دو کس در تاریخ از کسانی که از فرقه های باطله دو کس بوده اند که رهبر اینها دستش آسیب دیده بود، یکی اهل حرورورا، اهل نهروان، رهبر اونها ذو الفدیه کسی بود که دست او آسیب دیده بود، یکی هم در آخر الزمان در زمان ما فرقه دجالیه، و این روایت همونطوری که بر حروریه منطبق است بر فرقه دجالیه هم منطبق است که دست رهبر دجالیه هم بله آسیب دیده. حالا این روایت و حدیث اینه، این منطبق بر آقای خامنه ای و بر فرقه دجالیه، اما انطباقش بر خوارج بیشتره، انطباقش بر اهل نهروان بیشتره، و گرچه بر این جماعت منطبقه اما انطباقش بر نهروان بیشتره.